از چه باید بگوییم؟ آیا در رفتارهای گناه آلود زندگی گذشته خود ادامه دهیم تا فیض یا بخشش و محبت یک طرفه و بدون شرط خداوند افزون گردد؟ به هیچ وجه. چگونه ما که نسبت به گناه مرده ایم هنوز هم در آن زیست می کنیم؟ آیا نمی دانید همگی ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم؟ بنابراین ما به وسیله تعمید با مسیح مرده بودیم و دفن شدیم تا همانطور که مسیح به وسیله درخشش پدر از مردگان برخاست، همانطور ما نیز می باید به تازگی زندگی جدید رفتار نماییم. زیرا اگر ما به مرگی به مانند مرگ عیسی با وی متحد گشته ایم، به طور حد در رستاخیزی به مانند رستاخیز او نیز با وی متحد خواهیم بود. این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با او به صلیب کشیده شده تا جسم گناه آلود ما با آن نابود گشته دیگر بردگان گناه نباشیم. زیرا او که در انسانیت کهنه در مسیح هلاک شده است، از قدرت اسارت گناه آزاد شده است. اکنون اگر با مسیح مرده ایم، یقین می دانیم که با او نیز زیست خواهیم نمود. می دانیم که مسیح از مردگان برخواسته و دیگر نمی میرد و از این پس مرگ بر او حاکمیت ندارد، زیرا برای آنچه او یعنی عیسی جان سپرد، یک مرتبه برای گناهان ما جان سپرد، اما آن زندگی که او اکنون می نماید برای خدا زیست می نماید. آمین. در نام مقدس عیسی مسیح خداوندم.